آرامشی عوضی بلیشان ارزانیداری زده فرون غیری پایان را برانان بتابا حقانیت او در یاد و خاطره همیشه بی جای خواهد گرفت و او از بدگویی یا حراسی نخواهد داشت. پروردگارا بیاموز، مسیحا بیاموز. دیر و قلیت، دیر و قلیت، دیر و قلیت، آمین. جدید هر کسه زن و مرد پیر و جوان اگر بخوای اقدام به خوردن انسان مرده کنه اعدام مرا. این قانون به تمام شهرهای ایران اجرا مرا. به جای این قانون ها جلوی انگلیسی ها رو بگیرید که دارن گنده ها رو میبرن. برید سراغ کسایی که آزوغا رو احتکار کردن. بقیه مردم چی میخوانن خدیاره؟ علف میخوانن! گوشت سگ میخوانن! حکم اجرا برم! Thank you.
مادر جان میلت به غذا نیست مادر جان؟ ها؟ میلت به غذا نیست؟ چرا؟ ماشالله باشه پسر، از وقتی پدرت رفته یه همچه ماهی نخورده بودی. میخوای فردا بریم قاضیان بهشون تلگراف بزنیم؟ چجوری؟ دیناری نداریم که. یه اسبی نشون کردم اگه بگیرمش بیچ کوچونه 500 دینار میارزه. لاف و گزاف نگو احمد، غذا تو بخور. لاف نیست، تو که صبح تا شبات شده دویدن دنبال اسبای وحشی، اونا اگه گرفتنی بودن تا الان گرفته بودیشون که. همش حرف. داش احمد میتونه یه اسبم واسه من میاری؟ بزرگ نمیر بهار میاد. میاد همین روز بهارم میاد. وقتی اسب رو گرفتم و بردم خونه خودت بهم میگی ماشاءالله باشه پسر. ماشاءالله باشه پسر، برای این همه امید بی خود. واسه منم بگی داداش. واسه تو هم میگم یه کور اسب سفید خوشگل. بخور از دهن افتاد. همینم میگفتم میگیرم به ریشم میخندید. ای خدا، اما احمد پاشو ببینم صلات ظهره. پاشو برو یه سر قهوه خونه ببین کسی از جنگل خبر آورده یا نه. دلم از صبح شور حسینو میزنه. حسین سالم برمیگرد؟ تا کجایی پرت و پلار میگی؟ میدونم. پاشو ببینم. من کار دارم امروز. سن کارو یه الف بچه چیه؟ دویدن های ست های قاز دنبال اسب سیاه خیالاته. ماشالله بهت پسر. پاشو پاشو خودمون بریم. آه.
آقا جون. حسین دایی کجاست؟ علیک سلام. پشت سرمونه. برو به میر آقا و خدا رو بگو بیان قبرستون. قبرستون؟ قبرستون واسه چی؟ علی کجاست؟ یالا کاری که بهت سپردم بکن برو. رو ندارم آقا جون. چی بگم بهشون؟ برو به ست صابر بگو خبرشون کن. یالا. سلام. قاسم قسلم بگم بیاد آقا جون. شهید قسلم میکنم بچه. سلام قسلم. صادق. محمود خان شما اینجا نمونیم بهتره، کم زخم زبون نشنیریم. اینا رو جمع کن، کوره رو خاموش کن، خودت هم بیا. آه خدا قوت. مشکلی نمیای؟ بریم کبلایی، بریم. خدا بیاموز، خدا رحمت کن. این شوهر شما هم هر وقت برمیگرده لعن و نفرین بیشتری پیشه. چی بگم خدا؟ چی دیده از این جنگ؟ چه خیری توش هست؟ نون و منفعتش مال کسی دیگه است، بدنامیش مال شوهرتو. داداشت که نیست قصهشو بخوری. احمد خیره گیره کن پسر. احمد جان تو چیزی نگو. باجن آقایت برای اینکه روسا نریزن تو خونه زندگیت خودشو اسیر جنگل کرده، زده به جنگل که رونق کسب و کارت نره. عیبی میگیم پسر. فقط به حرمت مادرته که نمیذارم زیر گوشت. باشه بریم زن. نمیام، میخوام حسین داداشم ببینم.
بعدم پیغام میدیم میاد خونه ببینیش. خیلی تو اخلاق خوب داری، اونم میاد. پس من رفتم. به سلامت. چرا چیزی بهش نگفتی؟ هرچی دهنش در اومد گفت. آقا جونت حقشه، هر کی هر چی بگه حق داره. میرزا تمام هوش و حواس آقا جونتو برده، شده قاصد مرگ. چقدر جوان تو این ده باید برن زیر خاک ها؟ همین عطا داداشم و کی برد جنگ؟ الانم که دوتا جنازه سوغاتی آورده. صبر مردم هم اندازه داره احمد جان. کسی که به زور نبرده. احمد منو نگاه، به فاطمه زهرا بخوای پا بذاری جا پای اینا، شیرم و حلالت نمی کنه. کم بود همین عطا داداشم؟ چقدر داغ من باید ببینم ها؟ آرزوامو باید ببرم تو گور؟ ها؟ خدا رحم کنه، چرک نکنه. دلنگرم باش، چیزی نیست. نیستم. فردا با داییتون تیروار رو تمیز کنیم بذارین تو انبار. سلام حسین دایی. سلام. بیارم میکردی کمکت کنم. همچین خورناس میکشیدی انگار همین دیروز قشون و غذا و زمین گیر کردی. تمیزش کردی؟ بذارمش تو انبار؟ هنوز کار داره. چرا انقدر زود برگشتی؟ جنگی نبود که بر نگردیم. بلشویک ها دستور دادن قزاقای تزاری برگردن. میرزام بهشون امون داده برن روسیه. همونه که پس همه جا پر از قزاق سرگردونه. پس چرا خوشحال نیستی؟ شما علی سینه قبرسونه. خوشحال باشن. صداشون هنوز تو گوشم. اگه جنگی نبود پس هاشم علی چجوری شهید شدن؟ رش بودیم، خبر رسید قزاقا دوتا دختر رو از همدان به زور گرفتن، میخوان از انزلی ببرن روسیه. میرزا همه رو جمع کرد تا بهشون حمله کنیم. میگفتن دخترها رو تو پست نظامی خمام نگه داشتن. شبونه حمله کردیم، 2 ساعت متصل جنگیدیم. هاشم و علی همونجا شهید شد. حسین دایی بریم دریا؟ جنگل که بودیم دلم برای دریا تنگ میشه. عوضش حالا هر روز دریا رو میبینیم. آره راستی حسین دایی، از رشت خبر؟ سینما خورشید هنوز برقراره؟ تونستی بازم فیلم ببینی یا نه؟ تو این وضع اوضاع کی میره سینما؟ همه شهر پر قحطی زده است. 7000 نفر از تهران و زنجان و همدان پناه آوردن به رشت. چطور خبر نداری؟ خبرم کجا؟
دلم برای تنگ شده بود حسین دایی. ای برنامه‌گشی می‌خواستم بیام جنگ پیشت. تا فهمیدی جنگ تموم شده شیر شدی دوباره؟ اینقدر جنگ جنگ نکن. جنگ دیگه خودم میدونم چیه. تا پا نذاشته باشی تو جنگ نمیفهمی چی میگم. دست دیگه اصله است جلود هزار تا مرد جنگی با هزار تا اصله. خوبم میفهمم. تو نمیخواد به من بگی. از مهبانو چه خبر احمد؟ کسی نرفته خواستگاریش؟ صفا دادی حسین دایی؟ آب میخوری؟ نه میگم حالا که جنگ تموم شده و برگشتی برو خواستگاریش تمومش کن وقت هست خیلی دلت گنده است تو تا دیروز میگفتی جنگ و دلم پیش میرزاست حالا چی؟ بالاخره که باید سنگ و تو بابه کنی میخوا بذاری وقتی محبوبه رو محرمت کردن تازه بگی دلم پیش یکی دیگه است به خواهر بگم چی تو سرم ما آشوب میکنه مادر با توه محمود خان چی؟ بفهمه دلم با برادر زادش نیست تو روم نگاه نمی کنه منم روم نمیشه تو چشش نگاه کنم یه چیزی بگم نه نمیاری؟ دلم قرص بشه محمود خان براق نمیشه به خواهر میگم اونش با من فردا بریم اسفر رو نشونت بدم تو خوابم اسفا تو کلت تاخ میرن چیه تو گردنش؟ خواستم بگیرمش نشد خیلی چموشه حسین دایی باید بگیریمش ها میگیریمش من میرم پیشونیشو میگیرم تو هم بیا تنها بنداز رو گردنش تو فکری سرور خانوم قبول باشه قبول حق ما با هم حرف زدیم محمود خان یادت که نرفته ما با هم زیاد حرف زدیم قبل ترا که حرفت حرف بود
الان نیست؟ روز که برگرده سر زندگیش منم برمیگردم سر زندگی. ها یادته که الان که پیش هم نشستیم گل میگیم و گل میشنفیم. خدا سر شاهده باز ببینم اسلحه گرفتی دستت، یه کاری میکنم که رحمت بفرستی به گور بابای همون قزاقا. حق با شماست. پس تموم دیگه ایشالله ها؟ او گور به گور شده ها که دارم برمیگردم. دشمن نباشه مغز خر نخوردم اسلحه دست بگیرم. دشمن تراشی نکنن دشمنی دیگه نیست. ایشالله. پس در گوش حسین بخون که سر و سامون بگیره. حسین پسر من نیستم رو نگیش کنم. چه حرفا؟ چشم حسین به دهن شماست. حکم آقای خدا بیامرزم رو داری براش. پیش بگو جنگ که تموم شده. بشینیم با آقا غلامرضا حرف بزنیم، بلکه قصهش با محبوب سر بگیره. تو این گدابوار؟ بریم بگیم چی؟ کشاورز جماعت که این فصل سال رفته شیرینی خورم. من که نگفتم همین الان بساط عروسی را بندازیم که. میگم حرفو بندازیم وسط ببینیم چی پیش میاد ها؟ هر سلامی علیکی داره. ما که همه میدونیم وضع اوضاع چی جوریه. یه محرمیت میخونیم بدون خرج. بعد که دستمون رسید به دهنمون بعد برنجکاری دلام دیمبا را میندازیم. ها؟ تا حسین سر و سامون نگیره عمه دل نمیده به زندگیش. چشش دنبال حسین داییشه که ببینه چه میکنه چه نمیکنه. خوچو کرده انترمنتر اسبایی که وقت گرفتنشون هیچ وقته. بخت منه دیگه. جنگل تو و حسینو یه جور ازم گرفته، احمدو یه جور دیگه. باشه سرور خانم، هر چی شما بگی. شما نمیخوای یه صفایی بدی به سر و رود؟ یواش 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 بیارش آروم بیارش بیارش دام آروم نگرش دام. ماشاءالله احمد چه اسبیه. دیدی بالاخره گرفتمش. احمد برو اونور. نه یه خوره بریس. دیدی بالاخره گرفتم چون حالا هی فرار کنید. چی کار داری این جونه برای کاریشون ندارم. آزادشون کن برم به وقتش. حسین دایی، حسین دایی نگیریش میپره. یه چیزی بخوام ازت. تو جون بخوا دومتو بذاری کنه برو پی کاره. بر خودت میگم. مدت هر کی اومد با بهونه بی بهونه جوابش کردن. منت سرم گذاشتی. منت نیست، دوست داشتم که این همه مدت صبر کردم تا برگردی. همین که دوستم داری خودش منت. آقا جونم ازم دلخوره. چند وقت پیش با هم خلوت کرد، گفت تو چشم میبینه که دلم پیش کسی. پیله کرد بگم کی.
گفتی؟ وقتی این همه مدت امروز و فردا میکنی و تکلیفمو نامعلوم میذاری چی بهش میگفتم؟ خود برو خونه. سلام مشتاق. یواشتر گل بار. خدا بابا. ای گل بار. چطوری خواه؟ تو خوبی؟ خواهر جان میخوام. تو چی؟ میخوای چی؟ خب بگو دیگه، دارم هزار راه. میخوام برام بنین خواستگاری. به به. چشم ما روشن شازده داماد، درد و بلد بخوره تو سر یه قصه. همین امشب با مادر محبوبه حرف میزنم کارو تموم میکنی. خواستگاری محبوبه نه، میخوام ماهبانو زنم بشه. چی؟ ماهبانو؟ بچه هست که یا شازده بروی؟ خواهر جان من دلم ماهبانو رو میخواد، اونم منو میخواد. تو خجالت نمیکشی؟ من دلم ماهبانو رو میخواد. منو محمود خان قاقیم این میان، نه؟ میدونی محمود خان بفهمه چه قیامتی به پا میشه؟ مگه من از محبوبه حرفی زده بودم که شما خودتون بریدین و دوختین؟ مگه تو باید حرف بزنی؟ ها؟ اگه محمود خان زیر بال و پرتو نگرفته بود الان اینقدر قلچماق نمیشدی که وایسی تو روم اینقدر پرتو پلا بگی. محمود خان جاش رو سر منه، ولی من ماهبانو رو میخوام. اینقدر ماهبانو نکن حسین، خودمو میندازم تو همین رودخونه خیالت راحت بشه. اگه شما پا پیش نذارین خودم با محبوبه. خودت با محبوبه چی؟ ها؟ خودت با محبوبه چی؟ محبوبه خودش هم منو دوست نداره. به به، چشمم روشن. پس خودت با محبوبه حرف زدی ها؟ نه، ولی هر دفعه که میبینمش از رو چشش میخونم. ای گل به سر من با این برادرم. دلم خوش بود برادرم سرش به جنگ گرمه، چشمش تو چشم قزاقاست نه به چشم نامحرم. حالا کی میری؟ کجا؟ با مادر ماهبانو حرف بزنی. حسین، یعنی جای محمود خان بودم خون به پا میکرد. کجا محمود خان؟ دارم میرم دریا اسبو بشورم. من راستش یعنی سر زمین این حسین و عمر با پدر ماهبانو حرف زدم. مگه خبر داشتی؟ کی بهت گفته؟ احمد. احمد؟ گفت که لو حسین دایی پیش ماهبانو گیر کرد. هرچی بگی حق داری. با پدرش قول و قرار گذاشتیم واسه فردا، نه پس فردا. پس داداش غلامرضا چی؟ محبوبه چی؟ اونم باهاش حرف زدم دلخور شد، ولی قانعش کردم. دل آدم ها که با هم نباشه عالم آدم جمع بشن دستشونو بزنن تو دستم، آخرش دل جداییه. میگم ماشالله ماشالله خوب پا به جور شدی، افتادی دنبال کارای حسین. لب از لب وا نکردی دو کلون به من بگی. شما که سروری، ریش و قیچی دست خودته. تا قبل پس فردا برو با مادرش حرف بزن ببین چی کنی. فقط سور و سات واسه بعد برنج کاری ها. شما خودت همه کاری، من بی خبر از همه جا. میگفتم که بیش که اسفند رو آتیش. برو خواهرشوار، برو که خیلی کار داری، برو. پدری کردی در حق حسین.
همه چی رو گفتی بفر؟ خاطرتو میخواستم که گفتم حسرش تقصیر منه که فکر کردم بزرگ شدی بهت گفتم تو چیزی نگفتی خودم فهمیدم پر رو شدی پسر پر رو حسین دایی من یک چیزی گفتم برای خودت بوده برای دلت بوده ولی من که فضول نیستم خب فضولی دیگه فضول اگه فضول نبودی زاخسیه منو شوخ نمیزدی چرا همچی میکنی؟ برای تو زندایی که بد نشد چی؟ زندایی زندایی الان هم خواهرم محمود خان میگن چرا حسین از ماهبانو به احمد گفته به ما نگفته اونا خودشون فکر میکنن حسابشون نکردن نشاد اومد عروس گلهی باوردیم جون دلهی باوردیم خان خطر نوردیم تی پسر باوردیم اگه مردم نکن ما رو یکی رد میشه میگه اینا سرشون خورده به سنگ چه خبرت بابا؟ خبر خوشی، خبر عروسی دیگه حرف مگو بهت نمیگم بچه ای نخو تو دهنت خیس نمیخوره حسین دایی اینقدر من نگو بچه اگه الان جنگ بشه من قبل تو میرم جنگ هی بچه بچه بسته دیگه ناراحت نشو پسر شوخی کردم اینا کی هن دیگه؟ جنگلی هن؟ یا شاسته ابراهیم مشتی علی شاه و شیخ علی هن کی هستن؟ دست چپ و راست میرزان خدا به خیر بگذرونه سلام شیخ علی سلام مشتی علی شاه سلام حسین جان محمود خان کجاست منزله چیزی شده مشتی علی شاه انگلیسا زور آوردن بیان انزلی که برن بادکوبه انگلیسا آره انگلیسا خدا لعنتشون کنه که امون مردمو بریدن کل راه منجیل برشت رو وارسی کردیم پل منجیل بهترین جاست 40 تا سنگر کندیم اطراف پل میرزا هم در جریانه؟ میرزا خودش با ما بود یه تیربار گذاشتیم روی پل یکی هم بردیم بالای کوه کاملا مشرفه به پل به نیرو چی؟ فکر کردی؟ همین روزا قرار دکتر حشمت با 500 تا جنگلی بره سمت منجیل کلی سلاح خریدیم شور کردیم علیکی که نیست محمود خان دو تا تیربار قرازه از قزاق سرگردون خریدیم فکر کردین خبریه؟ نمشتی منجیل جای جنگیدن نیست زورمون نمیرسه رو در رو به جنگی جنگ ماسوله یادت رفت روسا با 2 تا قبضه توپ هممون از پا در آوردن این بار که دیگه با انگلیسی جماعت طرفیم اسمشون بزرگه محمود خان عدهشون زیاد نیست حرف عده نیست مشتی با توپ و تیارهشون چه میکنی؟ تیارهشون رو پل منجی با توپ دورزنشون کجا پناه میگیری؟ قرار به عقب نشینی شد تا کجا عقب میای؟ کجا سنگر میگیری؟ پس ما چرا 3 سال تو جنگل جنگیدیم؟
من نمیدونم تو سر میرزا چی میگذره. محمود خان، شما میفرمایید ما چه کار کنیم؟ بگید. بذاریم تا امامزاده هاشم بیان خف بزنیم تو جنگل. تیارشون تو جنگل پیدامون نمی کنه، توپشون کور میزنه، نفربر راه نمیبره به جنگل. تازه ما رویال کوهیم، اونا تو جاده. ترسشون بدیم میریزن تو سفید رود. جنگلی شدیم که تو جنگل بجنگیم، نبریم تو دشت جلو توپشون وایسیم. با اجازه محمود خان، ادامون چقدر مشری علی شو؟ هنوز 1200 نشدیم. مردم دیگه دل و دماغ جنگیدن ندارن. قاصد فرستادین شهرهایی دیگه؟ میرزا قاصد فرستاده به تارم و مازندران، بلکه نیرو بفرستن، ولی هنوز خبری نشده. اسم انگلیس تو دل خیلی خوف انداخته. تعارف که نداریم، تا اینجا فاتح جنگ بین‌المللی همه جبهان. پاشون به گیلان بازشه، یعنی کل ایران گرفتن، رسیدن به گیلان. محمود خان، این جنگ جنگ سرنوشته، متوجه عرضم هستی؟ روزنامه جنگل رو نگاه کردی؟ میرزا بیانیه داده؟ خدمت شما یه سلام مصلحت کن به اهالی روستا. ما به معتمدین بقیه روستاها هم سپردیم. داستانی که جوونا بدونن میرزا رو تنها نمیذارن. ان شاءالله. تو روستای ما که دیگه جوونی نمونده، همه یا شهید شدن یا تو جنگلن. 3 سال جنگ با روسا پیر همه رو در آورده. از رشت چه خبراش خلی؟ هر روز بدتر از دیروزه. محمود خان، شما که غریبه نیستی، غیر اونایی که تو مساجد حسینیه و خونباقا جاگیر کردین، هزاران نفرم تو خیابون سرشون رو سنگ میذارن میخوابن. اینجوری که میگن نصف نفوس ملت هم از قحطی هلاک شدن. تعارف نداریم که پای انگلیسی ها به گیلان برسه، همین آشو و همین کاسه شما شک نکن. همین روزاست که حمله کنن. شما کی را میفتین محمود خان؟ ناراحتی حسین دایی؟ تو بمون پیش ماهبانو، نمیخواد بری جنگ. نشنیدی گفتن کسی نیست؟ این بار من میرم جنگ. چی میگی تو؟ خواهر جان مگه میذاره؟ هر کی هر چی میخواد بگه. من میرم جنگ.